از بلندای هندوکش این نسیم دلکش است. امروز هم شمالی بزرگ را در آغوش های میدان و تای میدان میکشیم. سلام افغانستان، سلام پروان زیبا و نازنین. فرهنگ، اسطوره های فداکاری اینجا در پروان زیبا ریشه در خاک دارد و ما هم تلاش میکنیم تا بهترین ها را تقدیم شما عزیزان بکنیم. ناگفته نمانه که بینش مردم پروان وحدت و همدلی است. پس تا پایان این برنامه با ما باشین و از داشته‌های ما لذت ببرید. عزیزای دلم، فعلاًم رسیدیم به دانشگاه پروان و نام خدا جمع جوش محصلین ما هم خیلی خوب است و میاین با درس هایشان ادامه میتن. در کنار ما هم استاد محمد صابر سروری است، استاد تاریخ و همچنان یک تاریخ شناس بسیار خوب، و بیشتر میخوایم که در مورد خود ولایت پروان از زبان استاد بشنیم. استاد خوب هستین؟ انشاءالله صحت سلامت بخیر هستین. سلام اگر تقدیم میکنیم برای کسایی که شما را میبینن. سلام علیکم. سلام خدا تقدیم میکنم با خدمت بیننده های محترم تلویزیون طلوع. جان سپاس. استاد ابتدا بر ما در مورد خود تاریخچه پروان بگوین، این که چرا اینجا را به نام پروان یاد میکنن، چه قصه های دیجا نفت است؟ در گذشته های دور این سرزمین را به نام کاپیسا یا کاپیسی یاد میکردن و مطابق اعلانات و فولکلور مردم از این سرزمین گفته میشه که این سرزمین متعلق به سه برادر بوده در افسانه های فولکلوریک است. بله بله. آمده که پروان، مروان و بگرام بودن. خب این سه برادر در سه نقطه زندگی میکرده. درست این بگرام که بی بگرام فعلی است، مروان قسمت جبل سراج امروزه و پروان این منطقه امروز پروان میگه که فعلا ما در اینجا قرار داریم. فعلا در اینجا شما قرار داریم. تحولاتی که در زمان اسکندر مقدونی بود میشه برای ما بگین؟ گویا قصه هایی که ما شنیدیم که اسکندر از این مسیر عبور کرده و میگن که در اینجا بعض تحولات هایی هم رخ داده بود. میشه که از اون برای ما بیان بکنیم؟ اسکندر بعد از اینکه کابل تسخیر میکنه و وارد از این سرزمین، یعنی سرزمین پروان امروزه میشه و در این سرزمین جنگ های بر علیه اسکندر آغاز میشه. این جنگ ها باعث از این شده که اسکندر برای از این نقطه برای مادر خود خط نوشته میکنه که من در این طور یک منطقه هستم که یک جنگ بعد از دیگه جنگ آغاز میشه. و شکست شما از اینجا دیگه شروع شد. شکست شما از این منطقه باید میره. خب استاد بیشتر از استوپه یاد کردین. چه خوب است که بریم به استوپه توپدره و دم لحظاتی را اونجا ببینیم و حکایت ها و قصه هایی که داره بیشتر بر ما اونجا هم صحبت بکنی. خوب است؟ بریم. بخیر استاد. آیسته آیسته. استاد فکر میکنم که استوپه هم بلند است دیگه، ایتو قدم زده خواهر استوپه با قدم نمیشه، استوپه در موتر میریم. این طبیعت زیبای ولایت پروان قدم زده بریم آدم خسته نمیشه، ولی فکر میکنم که بلند است. خوب است که بیرو بریم در موتر میریم. در موتر میریم. خوب است. عزیزای دل، آلم با استاد سروری آهسته آهسته رسیدیم به استوپه ولایت پروان، مکان تاریخی و گردشگری که توجه خیلی ها را به خودش جلب کرده. گفته میشه که این استوپه در زمان کوشانی ها اینجا بنا شده و احداث شده و بعضن هم بعضی چیزهایی که تازه به چشم میخوره که فعلا دوباره از زیر خاک بیرو برآمده، بعض امو بنایی است که از امو سابق مانده. استاد میشه که بیشتر بر ما در مورد از این استوپه معلومات بدین؟ استوپه توپدره یکی از چندین استوپه است که در دند شمالی یا منطقه شمالی که ولایت پروان، کاپیسا و شمال کابل در بر میگیره، یکی از این استوپه ها استوپه توپدره است که مربوط
قریه توبدری ولایت پروان می باشه. این استوپا در زمان کنشکا، زمان حکمروی کوشانی ها کنشکای کبیر یا کنشکای سوم ساخته شده. کنشکای سوم یکی از شاههای بود، شاههای کوشانی ها بود که مذهب بزرگ بودایی را به وجود آورد. استاد از تاریخ از یک اگر ما بگید که در حدود چقدر دیر میشه که این استوپا در اینجا جور شده؟ فکر میکنم که قبل از اسلام است، نه؟ قبل از اسلام استوپی توبدره در زمان کنشکای سوم 67 یا 68 میلادی چیز است بنا شده. خیلی خوب استاد، بیایم تا قدم زده بریم و دوستان را منتظر نمیمانیم، بیشتر هم نما و زیبایی از استوپه را بالا شویم و ببینیم، درست است نه؟ و همین عظمت و بزرگی که این ساخته شده با. یعنی خیلی زحمت کشیده شده بالا از این. نگفتنمون اجزای دلم اینجا هم دوباره بازسازی شده، شاید هم ای در طول همین چند سال اخیر بازسازی شده باشه، چون همین زینه ها همچنان بالای از این استوپا تا جایی که من معلومات داشتم بنابر امو ای که اقلیما تغییر کرد و سالها سپری شد سرش هم فرو ریخته بود، نه؟ آبله و قسمت های بالاش و ای دوباره ترمیم و بازسازی شده. یعنی استاد این سنگ ها از امو دوران کوشانی هاست ها؟ سنگ های اولی است که در ساختمان اول بنیان گذاری شده. این چه قسم سنگ است استاد؟ در مورد از این معلومات داریم؟ سنگ های طبیعی است، از دامن های کوه جمع آوری شده. این سنگ هایی است که در کوه ها یافت می شده. وقت که یک زیبایی و اونو قسمت های بالای از این را با سنگ تراشی کردین، جای به جای کردین. خب این دوباره بازسازی اونم... شده؟ اون با قسمت ها دوباره بازسازی نشده. اون قسمت ها اون چیزهای اولیش هسته. یعنی با از اون اولیه دیگه به می شکل اینمی قسم طراحی شده بود. اونو چش بس خیلی جالب است، توجه من زیاد به خود جلب کرد. نمیدونم کجا رو به نام چی یاد میکنن، همون یک رواق، رواق به نام رواق یاد میکنن. یک اونمو رواق قسمت بالایی شکسته بود، اون را پس ترمیم کردن. این تو طرف رواق از سابق است، از سابق یا هم از گذشته ساختمان اولی است. پس استاد بریم بعضمو آثاری هم که گفتین که تازه است بیرو شده و کندن کاری شده، بریم ببینیم اونا را. هم خوب است این دیگه همی پایینش بمیشه که هم تو سنگاه بیرو برآمده است، درست نی؟ به اون قسمت عوار شده باز دونه موجه مجسمه دونه مو قسمت آمان استادی را بخاطر همی که شکل توپ دارن دیگه بیشتر جای استوپا برش میگن، نی؟ آه شکل توپ داره استوپا میگن. خوب است. تحقیقات باستان شناسی که دیگه صورت گرفته در اواخر خاکبرداری شده از اینجا، در اون قسمت ساختمان های پیدا شده که نشان دهنده از این که کدام فامیلا زندگی میکرده در اینجا. به خاطر از این که در اونجا اماما جای آشپزخانه و جای چیزا در این ساختمان ها به ملاحظه میرسه و معمولا این و ساختمان ها توسط اسیران جنگی، توسط کسایی که تسلیم می شدن و توسط لشکرکشی هایی که کوشانی ها به چین و به کشورهای دیگه داشتن، از اونجا ما متخصصین کاری را در اینجا وارد میکردن، میآوردن و بالای از اوهای ساختمان ها را اعمار میکردن. یک مشکل که بیچاره ها اسیر میشدن، یک مشکل دیگه هم که سرشان این رقم استوپا ساخته میشد، چقدر با مشکل بودن وقت ساختن و نظر مشکل است. اوها نظر به علاقه که به دین بودا داشتن و دین بودا رو روی میآوردن و دین بودا را قبول میکردن، این و ساختمان در این و ساختمان ها کار کردن برای خود افتخار میدانستن. علاوه به این او با فامیلای خود در چین تا ارتباط میگرفتن، از اونجا بعضی وجوه نقدی و جنسی در اینجا وارد میکردن. بسیار زیاد تشکر استاد محمد صابر سروری، استاد دانشگاه، از اینکه برای ما استوپه ولایت زیبای پروانه به معرفی گرفتین. ممنونم. بخیر سلامت باشین. عزیزای دلم شما هم در ادامه برنامه با ما باشین. هنوز هم داشتهای خیلی جالب ما باقی مانده.
دوستای عزیز، فعلا هم آمدیم به بازار قدیمی یا هم بازار کونه چارکار و ماما خانم همراه ماست تا بیشتر در مورد از این کوچه تاریخی بر ما معلومات بده. چهال اول داریم ماما خان، جور هستی؟ خوش آمدی. بخیر سلامت باشی. بازار ما بسیار خوش آمدی که ما خوش آمدی. ماما خان، در مورد از این بازار کونه یا بازار قدیمی چارکار با ما بگو. بله، پدرای ما که قصه میکرد که یک بازار تاریخی این بسیار یک بازار قدیمی است. خب یاد ما نیست، بسیار قصه میکردن که این سرش پوشانده بود. همین سرش تا همی آخر بله، دیگه. تا آخر با تو پوشانده بود، بازازی همیجا بود، باقالی همیجا بود. باقالی یعنی عطاری را میگن. عطاری، بله بله. بله همیجا بود، بازازی هم همیجا بود. و هرچی منده ای، آرد و برنج روغن به اون طرح بود. دو طرح بود. آه، دکه این یالیم چهار نفر بیچاره که از دکه اینمی چغل هست و یه از دکه چرم هست. تو باش که خوب چغلام هست. خوب چغلام هست، بله آه. خوب چغلام هست. وزن میجه خرید فروش میشه که از این چغلا دکه می کشمش هست، توت همی چیزا رو چغل میکنن، نه؟ بسیار خوب. اینجا هم کس دوستا دیگه؟ بله ها، دوستای سرکی های نمی چرم چرم است و دلچه به تورا دیگه، در بازار دیگه جو هیچ نیست غیر میگه یک دیگه جایی نیست، اینی هم دلچه های او است. چقدر او که تزیم از همه تا؟ امو چای وطنی اینمی دلچه که او بکشی دیگه، امو تو دمی اوای گرم تا یک کیف مزه میکنه که بخیر باشی بدرها در کار بارتان برکت. سماورام از دوستای عزیز دیگه. بله، علی جگه کم یک سماوات هست یک پرده خدا میکنن. دوستای عزیز، اینجا دیگه دایرام هست مامو خان. بله، این امو... یک دایره فروشی است که آل زاد چیز نمونده. خب. مابلا که میشد، دایره آل دایره نداره. فرض خدا بند شده سازه سرو. خود زدا خب. میتونی دایره یا نه؟ نه، بله، یک آن فرده میتونی. بخیر باشد. امو آروسی های قدیم بود دیگه، اینمی دایرا بوده. این دوست های عزیز، اینجا دخلک هم هست. بله، دخلک پیسه هست کامره. یکان؟ پیسه در این مندازن. حال کو پیسه؟ اولادش که پیسه در این مندازه و مشکنانی رو میگه برو کالا کوی یک چیزه بکن. با پوشال خب پیسه؟ بسیار یک بازار تواریخی. پیسه نیست حالا که دای دخل کار پرتی؟ خدا میرد بولا، زمه که در بی پیسه است کسی نیست ایده میاند داگه که تا کل دنیای نیجان بود. امی جان ما که جور است، اینمی کل چیز است. با بچه پرده توشت که آجی دوستا، اینه کهو کام است ایجا، بیاد ماما خان اینی که از کهو که وطنی است نی؟ بله هر یا کهو که فرمی کلان است نی؟ اونگه که مرغ هست، بودنه هست. مرغ هست، بودنه هست دوستا. اینی جام ماینا هست. همیگان تا ماینا رو میگن گپ میزنه. یا خو گپ نمیزنه. چو بوده چو چکی کتش که گپ دی باز گپ رای گپ نمیزنه. خوب خرگوش. خرگوشک هم زیاد هست ماما. خرگوشک هم. یکی بریم ماما تو. دوستای عزیز، اینجا در کنار تمام چیز وقتی که دیدیم دکانای چاقو سازی هم هستن. ما میخوام بیا کم اینجا یک دقیقه بشینیم یک دم راستی هم بکنیم. سلام علیکم کاکا جان. خوب هستی؟ صحت خوب؟ بخیر هستی ان شاء الله. عافیت داری. معرفی که خدا به دوستای ما. خودم سید حسن یک تک چاقو سازای ولایت پروان چاقو میسازیم. چقدر دیر است که در بازار کنه چاقو سازی میکنی؟ چاقو سازی تاریخ زیاد است. خودم 10 سال میشه چاقو میسازم. 10 سال میشه. بله. بسیار خوب. از چی جور میکنیم این چاقوها دیگه؟ کلش کار دست است دیگه. چاقوی کس که همراه دست ساخته میشه. بله. اما توست نیم؟ بلندترین چاقوی ما کس از بوربرنگ میگویم. ما ایشون بساری کون میگه. خواه بساری میگه از سوان بساز. که زمین سوان هاست میسازیم. سوان های کونه میسازیم. خواه. چاقوی معمولی ما هست کمون موتر هست. یعنی کمونی موتر. یعنی دیگه بازم خوب ترین نشان که گفتی بوربرنگ هست. چاقوی بوربرنگ هست. بسیار خوب. بله. اینی چاقو هست، این طور مثال این چاقو هست که میسازیم، هرکار چاقوی که گفتن میسازیم ما. چقدر ظریف است؟ ای از چی ساخته میشه؟ استخوان است نی؟ شاخ گوه است، ما رو بچه شاخ گوه. خوب اینمی شاخ گوه است، اینمی ساخته میشه، این تو این خورت میشه، کتاره
کتره به این قسم باشانده. به این شکل دوستا جور میشه. شاخ گوا. چقدر زیباست که خداوند هر چیزی را خلق کرده ما میتونیم از او استفاده بکنیم. بله بله. بسیار خوب. این چاقو از چی ساخته شده؟ این همی چاقو اسوان. اسوان. این دیگه بسیار تیز هم هست. اسوان برش آقدر برش خوبی شاره این مردسته که تو. نه اگر؟ اه. اوهو. یک قطعیز بتایی؟ قطر در قطر بوی های دست ما رزد. خوب شد که اوگار ما نکدی؟ نه خوب برش هم مثل پلوره این ده برش هست که برش داشته باشه مردم خوش میکنه. بسیار خوب. خداوند اجر نصیبت بکنه همیشه وقت در کاروبارت برکت. موفق باشی که این فرهنگ اصیل افغانا را حفظ کردی و نگاه میکنی. امیدوار هستیم که تو پاینده باشه و همیشه وقت حفظ شوه. آرام باشی خدا یک آرامی را بیاره که وطنهای تو در خارج هستن بیانده ملک وطنشان در کسب کارشان انشالله. سلامت باشی عزیزا. شما هم بعض تصاویر زیبا از بازار کنه همچنان بازار نو چارکار را ببینین. میرم که یک شیریخ همو تو مزدار بخوریم. شما خو نمیری همراه ما. آرام باشی. بخیر سلامت باشین. در کار و بارتان برکت. بخارم. دوستو حالم رسیدیم به پیش شیریخ فروشی آجی صاحب جان. آقا آجی صاحب سلام جان. چطور هستی؟ آی میدان تای من خوش آمدی. بخیر باشی جان. آجی صاحب جان جان فامیل اولاد هم اگه خوب است اندیوالا کلگی جور هست. شکر فضل خدا خیلی میشه. نام خدا کلشان است. رفی جان است. شکیب جان. نصرت جان. مسعود جان. شکر کلشان جور است. شکر که جور هستم. خوب هستی آجی صاحب؟ شکر فضل خدا دیگه خیرتی است. بخیر باشی. گفتم دمی چارکار که بیایی باز پیش آجی صاحب جان آقا نبیایی شیریخ نخوری هیچ فکر کو که شمالی نامدی. اعتراض که آجی صاحب خروان کل دنیا است. بشک بشک. از قدیمای چارکار رو گو برما. ها قدیمای که تو بود که جای آباتی ها اگ نبود. نبود ها. ها یک عوض صادقی پاچا بود. خواه عوض صفا بود. خلیفه صفا صاحب پتش کدین حالا گرفتندش. سروبی بود یه نمی جا بوده یه نمی جا اوزه سروبی بود در جای نمی دوکانا اوزه سروبی بود واقع برف می زد برف سابق برف هایی می زد که برابر کمرت بشه واقع کوزا داشتن کوزا خریده بودن پا پشتکی کتا کتا واقع کل اگه پشت می کرد می رد در گلغندی او رو پر می کرد نارد پر خودم آجی صاحب بله. برف گفتی ایجا خوب یک برف هم است چطور که یاو نشده در این گرمی که ما همه تو مکمل یه از بغلم اوز است اصالنگ ای دواز ای را سالنگ میاری؟ آه ای را سالنگ میارن قرارداتی میاره خب از این گفتی دواز سال یک ذره بخوریم آی صاحب بخون یا چی تو بگی خود تراش بکو برای ما نوش جان بود دوستا که خوش آیند است در این ماه سرطان همی برف خوردن ما اینال ای میدان تای میدان یک شیریخ هم سرت پخته میکنم باید شاگردی هم کنیم داخل بیاییم نه؟ داخل بیاییم بیا خوب است پس بریم ازا میبینیم که شیریخ چطور پخته میشه چی چیزا در شیریخ مفته دیگه کتایی صاحب خیر است امروز یک شاگردی هم میکنیم بیا زار دفت ساعت دفت تایی بری اوه 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 ما تا از دروازه داخل شدیم خودت وقت از کلکی وقت ما کشیشیم باس جان که فقط اگر کلا رو دستکشا رو بپوش کلا رو در سرت گو چپنه در جانت گو چی میگن مرد کار شوی؟ مرد کار شده که وقت کار است های میدان تای هر میدانه که ردی کار کار کو ها های میدان تای میدان کار است تو دیگه ببخشین تا که دیگه خدا آماده ساختیم کما که وقت گیر است آی صاحب تو بگم این کلاهش به دوستای خودت بون سر ما این تو این کلاه کدام نام داره آی صاحب کلاه قهرمان است کلاه قهرمان ها بشک بشک بشک
آجی صاحب چند نوع شیریخ است؟ چقدر میوه داد دینیاز؟ هر چقدر میوه که هست اونو مقدر شیریخ پخته میشه. بتا کپ گیره بتا دش این کپچه سای سای بگم؟ کپچه هست با هم بولو کن بکنم نه ایسا دیگه هر تا بگت میتی بگو ای میدان تای میدان ای میدان تای میدان میگم داده استاد باست برکت و ایسا آه برکت ایسا واقعیت که بسیار همه تو شیریخ مزده این طعم چی هست؟ این تشیی صرف شیر هست شیری گوره هست خب این شیری هست باز میوه ایش گفتی فرق میکنم میوه ایش هم بخشت پخته میکنم چطور هست ایسا بلد شدیم چیز کم نه 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 فقط دکه خود دکه آمدگی یه نه بیخی دیگه نام خدا یعنی میگی که 10 سال شده کار کردی کاروبار تا خراب نکنم نیست کاروبار ما خراب سعی کن که ما یک شیریخ فروشی جور کردم نه جور کن اینا دیگه چیز کم جور کرده رفتیم ما ایسا دیدی دیگه با شیر هم مفته آنه او به تراش کن اینا لاته پاس بلند کن چی کنم آیستاد؟ لاتی به تو لاتیش این رقم؟ آه لاتی دستونو دیار شیر یک تو لاتی کپچه دیگه تو مگم بیخی که اخی چیما کار داشته والا؟ زور با کار داره دیگه تا پالوان نباشه نمیشه تا پالوان نباشه نمیشه؟ آه پالوان همه تو بیای بازوهای تو دیگه نام خدا سعی که دبرد سعی که نام خدا آه نه نام خدا ایسای ما ورزشکار هستم ایسای والا ما خو بیخی مانده شدم چی کنی؟ بیا میشینیم یک شیریخ همدار بخشی زیر میکنیم نوشه جان کو یک شیریخ شیرینی خوری هم یک میکشم شیریخ شیرینی خوری؟ خوری هم او چه قسمه هست؟ او میبینی دیگه که چه قسمه هست دیگه برابر قدر دیگه بیخی خوبش میشه ایسای بریم خیلی بخیر ما بیشیریم دوستا شما با ما باشین دیگه همیجا امرای دوستا یک شیریخ همه تا فوق العاده جور بکنن صحیح خوب است نه؟ خوب است برم صحیح بریم بخیر لباس ها رو بکشیم نه ایسای هم بکشیم شیریخ نام خدا چقدر کلان است از این هم که در کلان تر میکشیم میکشیم باز نام تلور هم دوستا بسیار هم تو مقبول نشته کردن با بادام بادام تازه تلور که یک تلویزیون قروان است بشک شورتش در جهان است همه تو سایی سایی همه تو سایی تلویزیون که بسیار هست تلور ولی تاج تلویزیون هست بشک آی سایی ولی چند خوراک کسی شیریخ ها کسی شیرین خوری داشته باشم میگه رای که یک چل خوراک صد خوراک دیگی صد و قابا رو میبریم و زنیمی هر که چینه چیز چیزا کده و تقسیم کده میگه خوش شیریخ شیرین خوری که گفتی دیگه همی شیریخ هست همی شیریخ هست آل را نه قاشق آورده نه چیز چطور بخوره این بخشت میار بیار قاشق بده قاشق هم بیارن که این از همی شیریخ کلان مزدار بخوره بسیار مزادار است دوستا واقعا که هر چقدر تعریف کنیم کم است آیسای باز
همین قیماقی که داشتی یخ مندازین قیماق وطنی است دیگه نه؟ از همین خود شیر که قیماقش هم میگیریم پس در سر همین شیر میپردیم از خود همین شیر گرفته میشه قیماقش هم خودتان میگیره بسیار خوب و پس در سر همین شیر یخش میپردیم هموطنان عزیزم زندگی شما هم مثل طعم همین شیر یخ شیرین باشه مزه‌دار باشه و همیشه بر لبانتان خنده باشه چطور عزیزم؟ خدا یک صلح همیت در وطن ما بیاره الهی آمین یک بیادری را میتو برادری را بیاره باز از او امیهی را به تمام سر تا سر مسافرها و افغانستان و خارج داخل تبریک میگویم بخیر باشه باز امیتو آرامی بیاره که امیتو شیریخ ها را بخشتان برمون نوشه ای میدان تای میدان نوشه جان بسیار زیاد تشکر میکنم آجی صاحب جان آقای پروانی قربان زحمت هایت قربان لطفت این شیریخ هم دوستای جنم میمانیم همکارا هستن دیگه میریم که همراه همکارم شیریه خوام بخوریم خودتام به خداوند مسپارم همیشه و خمو تو خوش باشی و سایه امی چاریکار باشی من بگم فقط ای میدان تای میدان خوش خوش وقت آخرش کتن دیوالای باشی با عزت باشی آی صاحب تشکر دوستان در ادامه برنامه با ما باشین و از داشتای ما لذت بگیرید افغانستان سرزمینی است که شخصیت‌های زیادی را در قلب خودش جا داده و حالا در ولایت پروان رسیدیم به زیارت صادقی پادشاه که مشهور است به می نام و میریم بیشتر صحبت‌ها را در داخل می داشته باشیم و از شخصیتشان بیشتر به شما عزیزان معلومات دهیم با ما باشین و ما را دنبال بکنید السلام علیکم یا اهل القبور حسین سلام علیکم خوب است انسان صد سلام بخیر است انشاءالله جان جور است اولادا خوب است خودت جور استی شکر که جور استی حسین معرفی کو اسم مبارک چی است خاک شیر آقا حسین بر ما در مورد شخصیت صادقی پادشاه بیشتر اگر معلومات بدی اصل نام از سید عبدالواحد است ولد سید نورالدین نام خود صادقی پادشاه صداقتکار یستش موچی بود موچیگری میکرد پیندوز بود دمی زیر مسجد میششتون مرقل پایان که است آیسا شما چقدر دیر است که خدمتگزار هستیم؟ ما از پدر در پدر همیجا هستیم چقدر دیر میشه از وفات صادقی پادشاه؟ از وفات از دیگه 600 سال میشه 600 سال؟ 600 سال بله بله این دموجه پینروزی میکرد خواه که یک اهل امرون پیدا شد آمد گم مدعین میرم هند گفت میرم هند میرم گفت خواه خواه همی خاک و خودم میبرم در دریای هند میپردم خواه خواه گفت چی خدمت کنم گفتیم کفشای مرا یک تل ببان جور کن که مرا در هند برسانه پس بین بچه شم گفتی کار خو میکنم چرمای خود سیر کرد که خورد خورد است این تو کلام نیست که من در قفضی بانم سر کرد که اونجا یک پوچاق تربوز نصف تربوز اونجا پوچاقش افتاده خوش کام شده بوده دیگر؟ نه تازه بوده خواه خیست امورا ورداشت دو نصف کرد نصف دکتی دوخت نصف دکتی دوخت برش کرد صفا سطر برش کرد اونجا مان که از خوب بیدار از خواب بیدار شد گفت چی کردی بابا جان؟ گفت جور کردیم گفت جور کردیم پیش شما یکی سیر کرد تا
طرف سکر سکر گو خیر از اگوندو هم هستم از کده خدا هستم بیشه تو سر ما ریشخند بدهی گفتی جای ریشخندی نیست که جای ریشخندی باشه اینمی تو را در این میرسانه و پس هم پیش ما میایی پس هم میایی پیش ما پس هم پیش ما میایی خود دل ازی پر شد پر شد سه دانه دینار بود پیسه ها او زمان ها دیگه مرخم پیسه بوده دینار بود دینار را داد اینمی دینار را گو بگی دسته در را که رسیدی صدا کو یا بابا گنگی یا بابا گنگی یا گو بابا گنگی سه دفعه صدا کو یک دست بالا میشه تا می دینار را در مدست ببام پس سر صدا کو یا بابا گنگی گفته سه دفعه این دست زیره او میشه این دست گفت زیره او میشه زیره او کشد بازم خاک تا پر تو بخی بیا بدن طرف قومات میری هر جایی که میری برو این میره از اونجا گرفته میره کتازی با منو خدایی میکنه تا سرای خوجه و کلکان میرسه این پیزا رو خدا سیل میکنه کمی خطش تربوز گم نشده گم نشده پسی را دلش پر میشه پسی را پای میکنه و حرکت میکنه میره خو یک شبانه روز در کابل میرسه میرسه در کابل از کابل میره بخیر طرف هند میره در اوجه که میره یادش میاد که مرا خو موری سفید دینار داده بود آها سرداری ها صدا میکنه که یا بابا گنگی یک دست بالا میشه دینار رو دمون دست میمانه دینار رو که دمون دست مان پس سر رو صدا میکنه در زیره میشه زیره که میشه از اون جرکت میکنه دین اسلام داده در جای میگره جای میگره طرف قومای خودم نمیره که در این بره پیش قومایش از اونجا بازگشت میکنه میه که این پینه دوزی داره میدوزه سلام میته بالای سرزی السلام علیکم میبارا ها لالا جان مانده نباشی خوب هستی بخیر هستی داغوش میگه واز میکنه داغوش میگره و مقصد دپالوش میشونه میشه میگه چی کردی؟ رفتی خاک تبردی پرتفتی آه خاک بارم پرتافت چه کردی و دیناره که دارمد گفتم چیزی که تو مرا گفتی همه چیزا عملی کردم یک دست بالا شدم دست و دست مشناشی گفت آه گفت مشناش همی دست نبود همی دست نبود اینمی دست بود گفت اینمی دست همی دست بود اینمی دست بود طرف در قدم ها از این میفته میگه کلمه جاری کن من مسلمان میشم دین شما حق است دین ما باطل است کلمه جاری میکنه مسلمان میشم مسلمان که میشه مجرب مسلمان شدنش جان به حق مسپاره که دیگه کسی نگاه بزنه نهیده هم وقتی که مسلمان میشه جان به حق مسپاره هم وقتی که مسلمان میشه جان به حق مسپاره همیشه دفنش کنیدم پولیس گفته که همیشه دفنش کنید بسیار زود تشکر از صحبت های شیرین تاج زد قربان ریش سفیدت شام همیشه وقت سایه سر همی اهالی منطقه باشی خوش باشی آرام باشی که تو شما دوستا بسیار زود تشکر قربان تاج عزیزای دلم شما هم در ادامه برنامه با ما باشین انوز هم داشتنی های جالب ما باقی مانده و ما را دل پاک
سعدی شیرازی چه زیبا میگه، میگه مرد آن است که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشد. بله عزیزا، حالا هم در مسیر راه هستیم و میریم به طرف آسیاب آبی تا قصه هایی که در این آسیاب صورت گرفته و چی هایی جا آرد میشه با هم یک جا بشنویم و ببینیم. با ما باشین در ادامه برنامه و لذت ببریم. دوستا، واقعا که این صدای آب آرامش تقدیم آدم میکنه. حالا هم رسیدیم به آسیاب آبی، یادی از گذشته کنیم. سلام کاکو جان، چطور هستی؟ صحت خوب؟ بخیر هستی انشاءالله، عافیت داری؟ سلام علیکم. سلام علیکم، مادر موندن باشی. سلام جان و جور بخیر، چطور هستی؟ خسته نباشی، جور هستی؟ زنده باشی، صحت خوب هستی؟ سلامت. بسیار راه را تای کردیم تا پیش خودت رسیدیم. انشالله که جور و صحتمند باشی، خدا به دوستا و هموطنان ما که میبینید معرفی کن. زنده باشی، بخیر و بسیار مونده باشی. نام پایین آمد است، مدین به آسیا آسیاوان هستم که کار میکنم. آسیاوان دیگه خودت هستی اصل نفر. بله بله ما هستیم. چقدر دیر است که ایجا آسیاوانی میکنی؟ در اینجا مدت 30 سال میشه که هستم آسیاوانی میکنم. 30 سال؟ 30 سال میشه. بله. بسیار خوب. بگی خیبر ما هم آسیا را معرفی کو، چه قسم روشن میشه؟ فعلا خو گل است نه؟ گل است. بله حالا گل است. دیگه با دوستا را منتظر نمانیم که یک ذره گندم آرد بکنیم ببینیم. خیلی شما بریم مزه است نان چای بخوریم. بریم شما در پوینت هم زیر دستی جای شما تو سلکه سگه من بوستا که پاس چلونش کنیم. خب خوب است، میبینیم میبینیم. بریم بخیر. یک جایی که بسیار زیاد تنگ آمد سوگه. جایی تنگ هست دیگه، نروخانه نروخانی آسیا از اینجا دیگه. اوها تنگ آمد سوگه. جایی تنگ هست دیگه، نروخانه نروخانی آسیا از اینجا دیگه. اوها چقدر اینجا سرد هست. معرفی کن برای ما همی آسیا را. اینی مالاچوب هست. مالاچوب؟ مالاچوب. خب اونی کنده چرخ هست. ای کنده چرخ هست؟ این فرایش هست. فرایش هست دوستان بله. عزیز فرایش هم تمامش چوبی هست. همون توست نه؟ بله ها. در سر این مرگه در مرگه که از یک آلیمت بنام مرگه هست میگنید. خب او را بنام مرگه هست. بنام مرگه هست. بنام مرگه هست مرگه هست. این همون زیر سنگ هست. زیر سنگ هست. بازی که سنگ سر از هست. بازی این نوه هست. نوه هم چوبی هست. نوه چوبی هست. بریم خیلی بخیر اون رو بگیریم. بفرما. رسیدیم بخیر. رسیدیم این سر بند آسیا. خب خب اینجا دیگه جایی است که از اینجا چالان بکنم. اصل جای دیگه اینجا است. اصل جای اینجا است. این عوضی از کجا میاد؟ یه عوضی از دریا میاد میتونی. کدام دریا؟ از دریای سالنگ. از دریای سالنگ میاد؟ یه دریای سالنگ هست میتونی یا بری. خب خب بسیار خب. این حالا باز ما یا سر قسم چالان بکنیم خب؟ باش که ما هم دیگه کمک شم که نه ما بیتونم یک وقت باز یاد کنیم بگویم ما یک روز آسیا رو روشن کردیم. بالا کنیم اینا حالی آسیا چالان شد. فیلن دیگه آسیا ما خیلی روشن شده. آسیا چالان میگرده بری. خب خب بریم کل نگرده. بریم آقا گنم از بارتین تا بری. بریم که یک آردم بکنیم. بری بری کار میسن آرد بکنیم. دوستا آمدیم داخل آسیا و آسیا هم روشن شده. فکر میکنم که دیگه کار خودتان دیگه پایان روز است. کارهای خلاص شده. گندم هم کم مونده. کمک ما اینی دول هستن. خب دول هستن. گندم ها دیگه خالی بکنیم اینی خسن. خب خب بسیار خوب. گندم های دول خالی کردیم. بازی از خارش پانده کاسگر میریزم. خب خب بسیار خوب. تو بکی بریم سک کاسگر کردیم که
آخرکی هست شد کن؟ خب این آخرکی شد؟ این آخرک از اینجا آرد نهید خب این دول هست دول ها؟ در این گنگ پر میشه باز این از این کاسک از این کاسک هم میاید خب از این کاسک باز از زیر سنگ میاید در زیر سنگ آرد میشه اونو چوب چیب چی کار میکنه؟ این چوب تفکیر تکر میگن تکر تکک تکک یا اساک میانی نمیاد خب خب این کاسک شورت میتک در سر سنگ شورت میده که از این گندم بریزه چی رقم از باز مزدتان نه که پیسه رو دمی ترازو میگیری؟ نه تو پیسه رو مردم پیسه رو دمی ترازو میگیریم خب خب از یک سر یک پاو میگیریم آرد میگیریم از یک سر آرد یک پاو میگیریم یک پاو میگیریم یک پاو میگیریم خب است بفرماین آردم گرم از بسیار زیاد نه؟ گرم ها یک آرد تابستان از چله است دیگه امو فشاره که برش بله داده میشه نه از توسط سنگی را گرم میسازه اینا دوستان اگه ما هم می بوجی آرد پر کنیم و بارش کنیم ببریمش نام خدا خود در خانه چی تندور خوب داشته باشی دیگه از یاردا ما در تندور همین نان دارم دمه قوق همین نان بازگه پخته میکنم خانه میخوریم یاردا خوب است بریم خیمه و خودتان بشینیم یک دقیقه یگان چای بخوریم از همین آرده که از یک نان مزدار جور میشه از امون نانش بخوریم بسیار خوب این بریم برای اینچه همون نان مزدار میخوریم بیا بخیر امون یک مطل از قدیما داریم که میگه ده آسیا داخل شوی بگرد نبرایی حالا همون توس مکمل کالای ما گرد پر شده بیا بخیر بیشیم اندازیم اینجا بی باشه مردم شد مردم نگفتیم این پیشتر بیخی آدم ها رفت دمی آسیا چی چیزا آرد میشه در آسیا گندم آرد میشه جواری آرد میشه بانجان رومی آرد میشه، مرچ آرد میشه خب توت آرد تلخان میشه تلخان هم میشه آرد توت هم تلخان میشه، توت هم تلخان میشه دیگه هر کدامش هم موسم خودش داره به وقت خود، برای در تیرما کشد دیمای خوص جدی بسم الله میکنیم دوستا که خوب خسته و زلام شدیم دوستا، آدم اگر نان و چای هم بخوره در کنار یک کسی باشه که دستایش پر از همت و شهامت است وقت که بسیار لذت بخش است و مزه‌دار است بسیار زیاد تشکر از خودت کاکا پاینده محمد وقت که امروز از امی طبیعت زیبا همچنان از آسیا بابی از دیدنش خیلی لذت بردم زنده باشید شما بخیر باشید که اینجا آمده که اتمان یک ساعت چند ساعت باشید محتر شد بخیر باشید زنده باشی هموطنهای عزیزم از تاریخ قدیم تا طعم شیرین و اینجا آسیاب آبی که زندگی میبخشد تک تک شما را به خداوند مسپارم سبز باشین خورم باشین و لبخند بر لبانتان جاری باشد تا برنامه بعد خدا نگهدار